ما سیدان پلیز. سیدان پلیز یعنی بشین. یعنی بشین. بشین اطاعت میشه. حرفم نباشه بشینی. چش. بس بینا. وای 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 وای. چی شده دکتر جان؟ وضعیت خیلی خطرناکه. ای بابا چطور مگه؟ آخه این عکسی که روده بنده است چطور ساکت باشم؟ اسکوت. عجب مریض پر حرف. بله چشم ببخشید. حالا یادداشت بفرمایید. بعد از اینکه اینجا کارمون تموم شد، مرض پر حرف میشم معالجه کنم. نه دیگه احتیاجی نیست. اسکوت. چشم اسکوت. وای 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 وای. خانم یادداشت بفرمایید. بله بله. در ناحیه قلب. بله. چپ سینه اصلا قلبی مشاهده نمیگردد. مشاهده نمیگردد. در ناحیه سمت راست روده راست اصلا از این آتشکار هیچی توش نیست، خالیه خالیه پر از خالیه. اما بالا قسمت سر اصلا مغزی مشاهده نمیگردد. میایم پایین قسمت چپ طرف آپانتیسی. وا! چی شد دکتر جان؟ وای 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 یه چیزی چت گنده یعنی کلمپیچ هندی مشاهده میگردد. خب دکتر جان چه عجب، بالاخره یه چیزی مشاهده گردی. اسکوت اسکوت. بله بذار افکارم متمرکز باشه جانم. بله آقای دکتر. اوه خانم وضعشون خیلی خطرناکه، فوراً باید جراحی شون. جراحی؟ بله. را بیافت خانم، من 50 ساله که راه افتادم، چرا اجازه نمیدین حرفمو بزنم؟ اسکوت اسکوت. در این مکان سو تا میام حرف بزنم میگه اسکوت اسکوت. خانم من میخوام حرف بزنم. ایشون خیلی خطرناکه، چون وضعش خطرناکه فورا دم دهنشو ببندین و بیهوششون کنین. بابا واسه من. ولی آقای دکتر دستگاه بیهوشی تعمیرگاهی. خب بس نیوردن هنوز؟ نه خیلی. برای چی نیوردن؟ باز مایه خیته الان جفته جور میشه. خیلی خوب خانم، چون وضع ایشون خیلی خطرناکه به طریقه سنتی ایشونو بیهوش میکنین. به طریقه سنتی. اینی میبینی جناب، این گرز پسرخاله رستمه. به طریقه بیسبال دکتر جان سب کن نزن. قول میدم قول میدم خودم بیهوشم دکتر جان. شوت و گل. یاد میداد خدا جونم من کجا هستم؟ جاییسی در عالم هپروتی. نگران نباشین جاتون خوبه. بله و خوشحال باشید که عمل جراحیتون با موفقیت کامل بدون اینکه شیئی در شکمتون جا بمونه انجام گرفت. چی؟ جراحی؟ من؟ کدوم جراحی؟ کدوم جراحی؟ جراحی آپانتیسیتتون دیگه. آپاندیسیت؟ بله. دکتر جان من که آپاندیسم رو پارسال عمل کردم و در آوردم. نه جانم اشتباه میکنی. اون که آپاندیسیتت نبود. نبوده. اون روده راستتون بود که در آوردن. واسه همینه که هیچ روده راستی تو شکمتون نیست و همش دروغ میگی. دکتر جان قربونت برم، من کی دروغ میگم؟ من اصلا مرضی نداشتم. مرضی نداشتین؟ اگه مرضی نداشتین برای چی اومدین بیمارستان؟ بله من فقط اومدم بگم که وضع حمل زنم نزدیکه. چه؟ بیارمش یا نیارمش، همین. وضع حمل همسرتون؟ آره. هنوز نخوابیدی؟ مگه با این سر و صدا میشه خوابی؟ چی بگم والا، اینا هم دیگه شورشو در آوردن. شیطونه میگه برم در خونهشون رو بزنم هر چی لایقشون رو بارشون کنم. حالا بیا یه لیوان آب خنک بخور. آخه چی بگم، مگه کار یه شب دو شبشونه، کار هر شبشونه. شیطونه میگه آخه نشو، بیا این لیوان آب خنک رو بخور، حال جا میاد. بلم کن تو رو خدا، تقی به توقی میشه، یه لیوان آب خنک به ناف من میبندی. اصلا میگی چی؟ میخوای واسه همچین برو بر منو نگاه کنی؟ شیطونه میگه ها. خیلی برام خونکی که برات ریختم، حالا بخور بیا. بهتره بری تو اتاقت مطالعه کنی. آخه با این سر و صدا مگه میشه مطالعه کرد؟ خب بیا با من بریم تو آشپزخونه ظرف بشور. ظرف بشورم؟ خب بیا بافتنی بباف. مثل اینکه شوخیت گرفته نصف شبی. بیکار که نمیشه بود. میشه؟
حالا که محکومیم بیدار باشیم باید یه جوری سر خودمون رو گرم کنیم دیگه. همین خود من امشب برای وقت کشی تا حالا 7 بار این ظرفا رو شستم. پس من میبینم این ظرفو مرتب نازک میشه، سرکار خانم هی مرتب اینا رو میسابونی دیگه. جنابالی برای وقت کشی راه دیگه ای سراغ داری؟ تلویزیون تماشا میکنی؟ بد فکری هم نیستا، بهتر از ظرف شستنه. به خشکی شانس برنامهش تموم شده. میگم خانم چرا نمیری با زن همسایه صحبت کنی؟ خب برو بهش بگو که خانم نمیخوای شما ما از دست شما آرامش داشته باشیم. روز که تو اداره جنگ اعصاب دارم، شبم که میام تو خونه از رادیوی اینا باید رنج و عذاب بکشم. هر چی میخونم هیچی نمیفهمم، هیچی نمیفهمم. اصلا میدونی چیه؟ بذار کارو یه سره کنم. چی کار داری میکنی من؟ فکر عاقبتشو کردی؟ میخوای منو بیچاره کنی؟ دیگه صبرم تموم شده، جونم به لبم اومده. آخه تو که اینقدر کم طاقت نبودی. بذار کارمو بکنم. لاغر به من رحم نمی کنی، فکر بچت باش. میخوای بچت یتیم بشه؟ بسی صاحب مرده کو؟ کجا؟ درسته که همسایارمون آدم های بی ملاحظه این، درسته که صدای رادشون انقدر بلند کردن که آسای شما رو به هم زده، ولی آخه این که دلیل نمیشه تو آدم بکشی. میشه؟ چرا نمیشه؟ بذار پیداش کنم. تو اینو جدی نمیگی؟ اتفاقا اینو جدی میگم. اگه این کارو نکنم دیوونه میشم. تو حاضری من دیوونه بشم؟ پیداش کرد. وای خدایا، خونه خراب شدم. ایناهاش. حالا دیگه راحت میتونم استراحت کنم.